ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز نظامی و پنج گنج زبان فارسی یکی از مهمترین زبانهای ادبی دنیاست و نظامی گنجوی یکی از مهمترین شاعرانی است که در این زبان شعر سروده نظامی در شهر گنجه به دنیا آمد گنجه امروز یکی از شهرهای کشور آذربایجانه نظامی گنجوی پنج کتاب در قالب مصنوی سرود که به خاطر اهمیت و ارزش این کتاب ها به پنج گنج نظامی معروفه نکته مهمی که در مورد زندگی نظامی وجود داره و میتونه به کار ما بیاد اینه که نظامی ابتدا اومد یه مصنوی سرود یعنی یه کتاب در قالب مصنوی سرود اسمشو گذاشت مخزن الاسرار این کتاب رو بر اساس کتاب حدیقت الحقیقه سنایی سروده بود یعنی به نوعی از سنایی پیروی کرده بود بعد با خودش فکر کرد که من باید سبک خودم رو به دست بیارم کار کرد و کار کرد تا اینکه تونست چهار مصنوی دیگه که بیانگر سبک نظامی گنجوی بود اونا رو بسازه و ما امروزه بیشتر به خاطر اون چهار اثر بعدی نظامیه که نظامی رو میشناسیم بنابراین ما برای اینکه رشد بکنیم ابتدا نیاز داریم که از بزرگان پیروی بکنیم ولی برای اینکه صاحب سبک بشیم نیاز داریم که از بزرگان عبور کنیم و الا همواره در سایه اونها باقی خواهیم بود در هر صورت نظامی یکی از اساتید درجه یکه ادبیات فارسیه این دو بیت رو کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر لاف از سخن چدر توان زد آن خشت بود که پر توان زد پنج مصنوی که نظامی سروده و به پنج گنج نظامی معروفه عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنا در ادامه داستان کوتاهی از کتاب لیلی و مجنون رو با هم میخونیم